طی دهه گذشته پاکستان برچسب نامطلوبی را بر پیشانی خود داشته، برچسب خطرناکترین کشور جهان. مهمان امروز من بود که بخش اعظم آن دهه از پاکستان را رهبری کرد، پرویز مشرف، رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش سابق این کشور. او حالا در شرایطی که کشورش گرفتار خشونت‌های شدید و فساد است و روابطش با کشورهای افغانستان، هند و آمریکا وخیم شده، قصد بازگشت مجدد به سیاست را دارد. او هم اکنون در تبعید است و در بازگشت به وطنش دادگاه در انتظار اوست. چرا فکر می‌کند که کلید حل مشکلات پاکستان در دست اوست؟ پرویز مشرف، به برنامه هارد تاک خوش آمدید. متشکرم. وقتی شما کشورتون رو ترک کردین، مخالفان شما سعی داشتن که شما رو به دادگاه ویژه بکشونن و به نظر می‌رسید که مردم علیه شما هستند. شما عملاً مجبور به ترک کشور شدید. چرا فکر می‌کنید مردم پاکستان از بازگشت شما استقبال خواهند کرد؟ من مجبور به ترک کشور نشدم. من استعفا دادم. من تا 6 ماه بعد از انتخابات همچنان رئیس جمهوری باقی موندم. بله، محبوبیت من کم شد، ولی به این معنی نیست که محبوبیت من کاملا از بین رفته. اصلا اینطور نیست. وقتی استعفا دادم و از کشور رفتم، خیلی‌ها در کشور گریه می‌کردند. محبوبیت من دیگه تا اون حد کم نشده. به هر حال الان وضعیت فرق میکنه. حالا من نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر کشورمه که به این فکر افتادم که برگردم. چون مردم رنج میکشند و تازه کم کم به فکر دوران حکومت من افتادند و حسرت اون دوران رو میخورند. در دوره من شاخصهای اقتصادی در حال رشد بود و مثبت بود. برای همین اونها میخوان که من برگردم. پس شما فکر میکنید که در داخل پاکستان مردم در حسرت بازگشت شما هستند؟ این تمایل در حال رشده. در حال رشده؟ نمیگم که اکثریت مردم، ولی قطعا موج تغییرات رو میبینم. ولی ما اگر بخوایم بدونیم که احساس مردم پاکستان نسبت به شما چیه، لازمه که بدونیم طی 9 سال از حکومت شما بر کشور چه گذشته. صحبت اخیر شما توجه من رو خیلی جلب کرد. شما گفتید من از صمیم قلب از مردم کشورم عذرخواهی میکنم برای پیامدهای منفی تصمیماتی که در آن دوره گرفته شد. منظورتون چی بود؟ نه همه تصمیمات. من مشخص کردم که کدوم تصمیم رو میگم. تصمیم NRO، فرمان آشتی ملی. این تصمیم مانع از اون شد که پروسه دادگاه علیه بعضی مقام ها آغاز به کار کنه. تنها این مورد بود. و این تنها اشتباه شما بود؟ بله قطعاً. 9 سال در قدرت و این تنها اشتباهی بود که شما کردید، تصمیم بر فرمان آشتی ملی. بله، در هر حالت قضاوت در مورد رهبران کشورها باید بر اساس میزان رفاه مردم و توسعه کشور باشه و باید مشخص کرد که رفاه مردم و توسعه کشور در چیست. تک تک سیاست‌هایی که من اتخاذ کردم سهم مثبتی در این زمینه داشت. وقتی به اتفاقاتی که در سال‌های حکومت شما در پاکستان روی داد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که کشور غرق در آشفتگی و هرج و مرج بود. در آمریکا مدام عنوان خطرناکترین کشور جهان را به پاکستان می‌دادند. شما در آن زمان رئیس ستاد ارتش پاکستان بودید و به نظر می‌رسد که این اساسی ترین شکست شما بود که نتوانستید امنیت را در کشورتون تأمین کنید. فکر می‌کنم که این عنوانی بود که در شروع حکومت من به پاکستان دادند. روی جلد مجله تایمز اون را نوشته بودند. این در مورد من بود که من بر خطرناکترین کشور جهان حکومت می‌کنم. من بعداً صلح و آرامش رو برقرار کردم. در واقع در نیمه های دوران حکومت شما بود که اون عنوان رو به پاکستان دادند. بله، بنیادگرایی فرقه‌ای و اختشاش زیادی در پاکستان بود که من اونها رو کنترل کردم. ما اوضاع رو کنترل کردیم. بدون شک در دوره من کشور داشت در مسیر درستی حرکت میکرد. با اجازه شما باید بگم که شما اوضاع رو کنترل نکردید، چون ما الان واقعیت خیلی از مسائل رو که در دوران حکومت شما روی داده رو میدونیم. بدیهی ترین مثال اون مورد اسامه بن لادن. الان میدونیم زمانی که شما در قدرت بودید، اسامه بن لادن در یکی معروف‌ترین پایگاه نظامی در ابوتاباد زندگی می‌کرد. ما الان از همه اینها خبر داریم و می‌دونیم که شما شکست خوردید.
میخواید با یک مثال همه چیز رو شکست بنامید؟ پس در مورد ده ها نفر از افراد القاعده از مرد شماره 3 به بعد چطور؟ این موفقیت نبود؟ چرا باید نیمه خالی لیوان رو ببینید؟ پس نیمه پر آن چطور؟ همه افراد از خالد شیخ محمد به پایین، از مرد شماره 3 به پایین توسط پاکستان دستگیر شدند. تک تک تروریست هایی که الان در زندان گوانتانامو هستند در دوره من در پاکستان دستگیر شدند. پس این کارهای مثبت چطور؟ میتونیم در جای مناسب از این هم صحبت کنیم، ولی نکته مورد بحث ما الان اینه که خیلی از مقام‌های ارشد آمریکایی که در اون زمان در قدرت بودن، برای مثال رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا، رو نقل قول می‌کنم که شما با هر دو طرف وارد معامله شدید، یعنی هم متعهد شدید که با آمریکا در به اصطلاح جنگ علیه تروریسم همکاری کنید، ولی در همان زمان برای یک لحظه هم دست از پیوندهای خود با جنبش‌های اسلام‌گرا از جمله طالبان بر نداشتید. ادعای مطلقاً بی اساسیه و برای نقض این ادعا میتونم استدلال کنم که من همیشه رابطه فوق‌العاده‌ای با جورج بوش و کولین پاول داشتم. متوجه نیستید که این قضاوت بسیار بی اساسیه که دیگران میکنند؟ دیگه خیلی پیچیده شد. رابطه فوق‌العاده با جورج بوش و کولین پاول داشتید. اینها کسایی بودند که از ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر امور خارجه، خواستند که در سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر به شما بگن که اگر متعهد به همکاری با آمریکا نشید، پاکستان رو بمباران خواهند کرد و به دوران عصر حجر تبدیل خواهند کرد. ولی توصیف شما از جریانات طور دیگه ایه. این اساس همکاری شما با آمریکا بود. شما را تهدید کردند کشورتون رو به دوران عصر حجر برمیگردونن. این شروعش بود. بعد از اون ما وارد ائتلاف شدیم. اجازه بدید. شروع همکاری شما بر اساس یک تهدید بود. شما یک مرد ارتشی هستید. این موضوع شما رو ناراحت کرده. وقتی صحبت میکنم لطفاً بذارید صحبتم رو کامل کنم. بعد از اون که وارد ائتلاف شدیم، صحبتم از اونجاست و اینکه در 7 سال بعد از اون حوادث چطور شکل گرفت. فکر میکنم اینجا بود که ما موفق بودیم و پاکستان رو در مسیر درست میبردیم و اینجا بود که رابطه من با جورج بوش و کولین پاول قوت گرفت، نه در سال 2001. باید بگم که حتی الان که رابطه خوبی با من دارن، گاهیم قضاوت‌های بی اساسی از بعضیاشون میشنوم و وقتی من با اونها مقابله میکنم، اونها باز هم رابطه خوبشون رو با من حفظ میکنن. چیزی که شما میگید چیزی که رسانه‌ها منعکس میکنن، ولی مطلقاً اشتباهه. با همه احترام به صحبت‌های شما، این فقط رسانه‌ها نبودن. بذارید صحبت‌های بروس رایدل رو نقل قول کنم. اون مقام ارشد سازمان CIA از سال 1977 تا 2006 بود و از جانب باراک اوباما مأمور شد تا در سیاست‌های آمریکا در پاکستان و افغانستان بازنگری کنه. او در همین اواخر گفت، نقل قول می‌کنم، که پاکستان و مخصوصاً جنرال پرویز مشرف دولت جورج بوش رو به بازی گرفته بود. در رابطه با القاعده فقط تا اندازه‌ای همکاری می‌کرد تا دولت جورج بوش رو راضی نگه داره، ولی این همکاری به اندازه‌ای نبود تا بشود سازمانی مثل القاعده رو از بین برد و در مورد طالبان هم عملاً هیچ کمکی نکرد. این نظر اونه و اون رو اصلاً قبول ندارم. ما لازمه بدونیم که بروس رایدل همیشه ضد پاکستان بوده و احتمالاً همیشه علیه من خواهد نوشت. شما الان بخواید از کریستینا لم هم نقل قول کنید، میدونم که اون هم همیشه علیه من می‌نویسه. کریستینا لم یک روزنامه‌نگاره، ولی صحبت‌های بروس رایدل مهمه، چون اون یک مقام ارشد در CIA بوده و اصولاً داشت بر دوران حکومت شما در پاکستان نظارت می‌کرد. صحبت‌هاش رو اصلاً قبول ندارم. همه جواب شما همینه به همه این صحبت‌ها؟ برای مثال دریا سالار مایک مولن، او به حوادث اخیر نگاه می‌کنه، به اون چه که بعد از کنارگیری شما از قدرت اتفاق افتاد و اون رو به آنچه که در دوران حکومت شما اتفاق افتاده ربط میده و میگه برای سالها پاکستان و به خصوص ISI دو جانبه بازی کرده. اون نمیتونه این رو در مورد من گفته باشه. این بدون شک اشتباهه. فکر میکنم این رو در مورد وضعیت فعلی گفته، اینکه گروه حقانی شاخه ای از ISI یک چنین چیزی. اون اصلا چیزی در مورد من نگفته. لطفا نقل قول اشتباه نکنید. اون من رو در این جریان دخیل نکرده. به هر حال این موضوع متفاوتیه و فکر میکنم که این اظهار نظرها خیلی غیر منصفانه و غیر مسئولانه است. 35,000 نفر از مردم پاکستان کشته شدند. 3,000 سرباز پاکستانی کشته شدند. بیش از 300 مامور عملیاتی ISI و مقامهای پایین تر از جنرال کشته شدند و کودکان هم کشته شدند. چه کسی اونها رو کشته؟ کار کیه؟ القاعده و طالبان.
فکر نمی کنید که اینجا هیچ رابطه منطقی وجود نداره؟ فکر نمی کنید که دارید یک جای اشتباه می کنید؟ اینکه دارید اشتباهی پاکستان رو متهم می کنید و اون رو مقصر می دونید؟ از یک طرف طالبان به اونها می جنگه و اونها رو می کشه و از طرف دیگه پاکستان به اندازه کافی اقدامی علیه اونها نمی کنه. پس اینجا یک مشکلی هست، مگه نه؟ اینجاست که باید بفهمید مشکل چیست. من می دونم که مشکل چیست. خب این صحبت ها ما رو به بحث در مورد وضعیت کنونی میاره. ما کمی در مورد گذشته صحبت کردیم، موفقیت ها و شکست های شما در دوران حکومتتون، بسته به اینکه چطور اونها رو ببینیم. ولی حالا شما میخواهید به پاکستان برگردید و نقشی اساسی در رهبری این کشور بازی کنید. پیام شما به افرادی مثل مایک مولن و دیگران چیه که معتقدن همین الان و امروز اطلاعات پاکستان رابطه بسیار نزدیکی با گروه های مثل حقانی و شبکه های اون داره؟ That is absolutely wrong. این قطعا اشتباهه. این رو باور ندارم. در هر حال اگر همچنین باشه که ISI در گروه حقانی رخنه کرده، یک امر طبیعیه. مطمئنن همه گروه های اطلاعاتی باید در همه سازمان های دیگه مأمور داشته باشن. این چیزیه که من حدس میزنم. دوم این که من واقعا نمیدونم که حکومت یا ارتش در حال حاضر دارن چیکار میکنن. با وجود این که حالا گروه های ائتلاف قصد دارن که در سال 2014 از افغانستان خارج بشن، باعث ایجاد وضعیت کنونی در پاکستان شده. اونها باید به تجزیه و تحلیل اون چه که در سال 2014 از خودشون بر جای میگذارن بپردازن، چون اولین قربانی خروج نیروها پاکستان خواهد بود. هر رهبری در پاکستان باید به این فکر کنه که در اون موقع چه راههایی برای انتخاب خواهد داشت. آیا بریتانیا و سازمان ملل میان در مورد وضعیت اون موقع به پاکستان اطمینان بدن، یا اینکه ما خودمون باید از خودمون دفاع کنیم؟ اینها سوالهای واقعی هستند که حدس میزنم حکومت یا ارتش یا ISI در حال حاضر باید مد نظر داشته باشند. کینه به اونها نداشته باشید. من کینه به اونها ندارم. قصدم اینه که این موضوع رو روشن کنم که چرا تا جایی که ما میدونیم و اطلاعات به ما گفته، ملا عمر در پاکستان و جلسات شورای طالبان افغانستان برای تصمیم گیری هاشون در پاکستان تشکیل میشه. این موضوع در دوره حکومت شما هم صحت داشت و امروز هم صحت داره. شما فکر میکنید که چرا اینطوره؟ شما میگید این صحت داره. همه اینها حرف بی خوده. همش حرف بی خوده. There is nothing like Quetta Shura as you are saying. بله، چون چیزی به اسم شورای کویت وجود نداره. بگذارید در مورد دوره حکومت خودم به شما بگم. CIA و ISI در جمع‌آوری اطلاعات با هم همکاری می‌کردند. اطلاعات ISI فقط در مورد افراد بود و اطلاعات تکنیکی و تجسس‌های هوایی هم با CIA بود. اونها قبلا در کویت و بلوچستان بودند. اما الان از CIA بپرسید که آیا اونا می‌دونن که شورای کویت کجاست؟ شورای کویت خیال واهیه. چیزی که مردم و شما فکر می‌کنید که است. یک اردوگاه پناهندگان در خارج از کویت است که 100,000 پناهنده داره. حالا احتمال داره که کسانی هم از اون طرف مرز اومده باشن و اونجا مونده باشن، چون اونجا یک محل تقاطع شده. ولی اینکه فکر کنید یک شورای کویتی باشه و افراد به طور منظم اونجا جلسه داشته باشن با میز کنفرانس و پرچم شورای کویت و طالبان، این همش حرف بیخوده. This is all nonsense. پس فکر میکنید ملا عمر کجاست؟ I don't know. من خبر ندارم. فکر کنم این همون چیزی بود که در مورد اسامه بن لادن هم گفتید. من چنین چیزی نگفتم. تنها چیزی که گفتم این بود که من خبر ندارم. در مورد بن لادن هم گفتم که من خبر ندارم. حالا که اونجا بود، بدشانسی ما بود. ولی نکتهش اینجاست که اون چیزی که شما اینجا میگید با اون چیزی که در واشنگتن گفتید با هم کاملا در تضاده. آیا شما دارید میگید که رابطه بین پاکستان و آمریکا از اساس از هم پاشیده است؟ بله. برمیگردم به ملا عمر. شما واقعا فکر میکنید که رابطه کاملا از هم پاشیده است؟ من به موضوع ملا عمر برمیگردم. من باید جواب این رو بدم. ملا عمر دلیلی برای بودن در پاکستان نداره. اون هیچ وقت در پاکستان نبوده. اون همیشه در سراسر زندگیش در منطقه قندهار بوده. اون برای تمام این سالها از 1989 به این سو و از 1996 به این سو رهبر طالبان بوده. طالبان در منطقه دوباره احیا شده. اون اونجا در مناطق روستایی حامیانی داره. او تقریبا بر تمام مناطق روستایی در شرق افغانستان حکومت میکنه. چرا باید به پاکستان بیاد؟ اون که مثل اسامه بن لادن در افغانستان که خارجی نیست. اون افغان و بومی اونجاست. رهبر طالبانه. چرا باید به پاکستان بیاد و از داخل خود افغانستان مردمش رو رهبری نکنه؟ به موضوع افغانستان برمیگردیم. ولی همین یک نکته. به نظر میرسه که شما با پایه استدلال من موافق هستید که رابطه بین پاکستان و آمریکا کاملا از هم پاشیده است. رابطه اونها در پایین ترین حد ممکنه. شکی در این نیست. بله.
اما در مورد افغانستان شما به این مسئله اشاره کردید که نیروهای آمریکایی میخوان تا پایان سال 2014 از این کشور خارج بشن. با توجه به توضیحی که در مورد حمایت از طالبان در داخل کشور دادید، آیا فکر میکنید که نتیجه خروج نیروها افغانستانی خواهد بود که طالبان بر آن حکومت خواهد کرد؟ فکر میکنم دو احتمال وجود داره، یا به وضعیت 1989 به بعد برمیگرده، یعنی زمانی که آمریکا کشور رو تخلیه کرد و بدون حمایت رها کرد. در اون زمان حدود 10 جناب بودند که بین خودشون می‌جنگیدند و افغانستان رو به ویرانی کشوندند. یا به اون دوره برمیگرده یا به زمان 1996 به بعد، یعنی زمانی که طالبان رو در یک طرف داشتیم، اتحاد شمال رو در طرف دیگه، اتحاد اقلیت‌های ازبک و تاجیک و هزاره رو. افغانستان به یکی از این دو وضعیت برمیگرده، مگر اینکه از لحاظ نظامی و سیاسی ثبات در اونجا برقرار شده باشه. در صورت عدم ثبات در افغانستان، ما به یکی از این دو شرایط برخواهیم گشت. هر کدام از این شرایط هم در وضعیت داخلی پاکستان تاثیر خواهند گذاشت. بله، موضوع دیگه ای که هنوز ذکر نکردیم و دل مشغولی پاکستان هند. در گذشته این نه چندان دور شما هند رو متهم کردید، نقل قول میکنم از شما، به ایجاد یک افغانستان ضد پاکستان. شواهد شما برای این اتهام چیه؟ شواهد لازم نیست. اگه به تاریخ نگاه کنید از دهه 1950، ولی شواهد دقیق شما چیه؟ اینکه همین الان و امروز هند در امور افغانستان مداخله میکنه و سعی داره که به قول شما یک افغانستان ضد پاکستان ایجاد کنه. شواهد خیلی زیاده. هند برای چه در قندهار و جلال آباد کنسولگری باز کرد؟ هدف از یک کنسولگری چیست؟ یا اینکه افراد خودشون رو در منطقه داشته باشن، یا اینکه منافع تجاری داشته باشن؟ ولی هیچ کدام از این دو مورد صدق نمی کنه. پس چرا در مرز با پاکستان کنسولگری دارن؟ اگه شواهد عینی میخواید دو مورد رو میتونم بگم. اولی اینکه تمام دیپلمات ها و افراد نظامی و افراد اطلاعاتی افغانستان برای آموزش به هند میرن، هیچ کدوم به پاکستان نیومدن. چرا؟ جریان چیه؟ اونها رو اونجا آموزش میدن و به افغانستان برمیگردونن. دومی که ما 5 کامیون رو در مرز افغانستان گرفتیم که حامل موشک‌های ضد هوایی و موشک‌های ضد تانک بودند و این کار برادر مردی که در قندهار نشسته. چه کسی این سلاح‌ها رو به اونها میده؟ 5 کامیون رو ما اونها رو گرفتیم. از استدلال شما چنین برمیاد که پاکستان موظفه تا در مسائل افغانستان مداخله کنه، چون شما دارید میگید که با یک تهدید اساسی از طرف هند روبرو هستید و این یعنی برنامه شما برای یک جنگ مداوم. با هند؟ جنگ مداوم با چه کسی؟ قطعاً با هند، و افغانستان هم میدان بازی شما شده. 50 ساله که اینطوره. افغانستان میدان بازی شوروی و هند بوده. آیا زمانش نرسیده که پاکستان بر پارانویای خودش در مورد هند فائق بیاد؟ نه، زمان اون رسیده که دنیا و شما بفهمید که مسئله دقیقاً همینه. اگر شما بر این باور هستید که خطر امنیتی که امروز پاکستان رو تهدید میکنه خیلی وخیمه، و اگر شما معتقدید که وضعیت امنیت داخلی پاکستان خیلی ضعیفه، پس آیا چنین فرضی درسته که اگر شما به پاکستان برگردید و در آینده پاکستان دخیل بشید، میخواهید ارتش دوباره قدرت رو در دست بگیره؟ نه، ابدا اینطور نیست. نتیجه گیری شما کاملا اشتباهه. من معتقدم که تغییر باید از طریق سیاسی به دست بیاد و اینکه اطمینان حاصل کنیم که حکومت از طریق سیاسی و از طریق انتخابات میاد، حکومتی که مشکلات رو درک میکنه و میتونه اونها رو حل و فصل کنه. این نظر منه، نه ارتش، بدون شک. و این نظر دیگه شماست که ماه گذشته به یک مرکز پژوهشی آمریکایی گفتید که در پاکستان یک نوع وحشت و ناامیدی وجود داره و در چنین شرایطی مردم به ارتش رو میارن. ما نمیتونیم اجازه بدیم که پاکستان از هم بپاشه. و ناجی کیست؟ ارتش. بله، چنین نظری میرسونه که شما دوست دارید شاهد بازگشت ارتش به سیاست باشید. نه، اینطور نیست. شما بدون در نظر گرفتن کل متن نقل میکنید، چون بلافاصله بعد از اون من گفتم که این زمان مناسب برای ارتش نیست و ارتش نمیخواد که قدرت رو به دست بگیره، و بعد من توضیح دادم که منظورم چیه. خب، صحبت شما اینه که کشورتون دچار نابسامانی و هرج و مرج و این شما هستید که راه حل رو میدونید. من 9 سال در پاکستان حکومت کردم و راه حل رو میدونم. در زمان من تمام شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی پاکستان مثبت بودند. همه اونها، هم برای مردم و هم برای کشور. شما هر شاخص اجتماعی و اقتصادی رو نام ببرید، من برای اون جواب دارم.
صبر کنید، بذارید پس درباره همین نکته صحبت کنیم. یکی از این شاخص‌ها شفافیت بین‌المللیه که به استنباط جهانیان درباره درجه فساد کشورها می‌پردازه. در دوره حکومت شما این شاخص افت کرد. پاکستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان تلقی می‌شد. مغلطه است. من اسم این رو میذارم مغلطه، چون الان معلوم شده که در دوره من فساد کم شده بود و هیچ فسادی هم در مقامات بالا نبود. رئیس ولایت پنجاب در آن زمان گفت زمانی که پرویز مشرف در قدرت بود ثروت ملی را دو دستی چپاول کردند. قبلا هم گفتم صحبت رو که شروع کردم باید تموم کنم. در تمام دورانی که من حکومت میکردم حتی یک اتهام فساد هم علیه من یا حکومت من وجود نداشت. این قضاوت در مورد دوران من حرف بیخودیه و من یک استثنا جدی براش قائلم. من نگفتم که اتهام فساد شخصا به شما بوده، حتی حکومت من. من نقل قول کردم از رئیس ولایت پنجام که گفته در دوران شما ثروت ملی رو دو دستی چپاول کردند. قبول کنید که شما اقدامات زیادی انجام دادید که تعهد شما رو در این زمینه زیر سوال می‌بره. الان از رئیس ولایت پنجاب صحبت کنید. شما اختیارات یک قوه قضایی مستقل رو از اون گرفتید و قاضی ارشد رو زندانی کردید. از فساد صحبت می‌کنید؟ بله، در همه اشکالش. پس چرا از رئیس ولایت پنجاب صحبت میکنید؟ اون دشمن منه، اون علیه من صحبت میکنه. حداقل ببینید از چه کسی دارید نقل قول میکنید. آیا شخص منصف و بی‌غرضیه؟ اینجا مسئله سیاست بازی و رقابت های سیاسی نیست. مسئله قضاوت در مورد پیشینه شماست. سعی میکنیم ببینیم که شما چه آینده ای رو برای پاکستان خواهید آورد. اینطور میخواید پیشینه من رو قضاوت کنید از طریق دشمن؟ مسئله لفاظی نیست، پیشینه شماست. شما قاضی ارشد رو زندانی کردید و وکلای پاکستان معتقدند که شما علیه نظام قضایی اعلام جنگ دادید. این از سیاستی که قصد دارید به پاکستان برگردونید. پس موضوع بحث عوض شد. فکر کردم داریم در مورد فساد صحبت می‌کنیم. پس بگذارید اون موضوع رو کنار بذاریم. شما به چالش کشیدن یک نظام قضایی مستقل رو فساد در سیستم دموکراسی نمی‌دونید؟ نه، با کلمات بازی نکنیم. داشتیم از فساد صحبت می‌کردیم که دقیقاً یعنی موضوع پول. اینجا شما دارید در مورد موضوع دیگری صحبت می‌کنید و این اساساً شاخص‌های متفاوتی داره. وقتی من علیه قاضی ارشد اقدام نظامی کردم، بعد از اون بود که نامه‌ای به من داده شد که در اون به قاضی ارشد اتهام می‌وارد شده بود. باید پرونده به دادگاه عالی فرستاده می‌شد که من این کارو کردم. از مصوبات قانون اساسی بود. همه اینها داستان متفاوتیه. بله، میدونید که وضعیت سیاسی پاکستان آشفته است. تنها چهره نسبتاً جدیدی که وارد صحنه شده و به نظر میرسه که حمایت بسیاری رو جلب کرده و جمعیت‌های زیادی در گرد حمایت‌های او جمع میشن، عمران خانه. الان به نظر میرسه که در مردم نفوذ کرده. پیام او اینه، بذارید از سخنان خودش استفاده کنم، که این مافیا بوده است که سیاست‌های قدیم پاکستان را رهبری می‌کرده. به یک مفهوم اگر کسی در گذشته در پاکستان در قدرت بوده، یک مجرم بوده. با این صحبت موافقید؟ تا اندازی بله. هدف بعضی از صحبت‌های او شما هستید. نه، فکر نمی‌کنم، چون من هیچ وقت یک سیاستمدار نبودم. شما رئیس جمهور پاکستان بودید؟ بله. شما سیاستمدار بودید؟ در زمان من شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی که مهمترین موضوع در حاکمیت پاکستان مثبت بود. ما داریم در مورد همه موضوعات حاشیه‌ای صحبت می‌کنیم، ولی نه موضوع اصلی. معنی حکومت داری در یک کشور چیه؟ مردم و حکومت. هر شاخصی رو که میخواید با من در مورد اون صحبت کنید. فقر، شغل، تحصیل، بهداشت، مدیریت آب، کشاورزی، ارتباطات، تکنولوژی کامپیوتری، صنعت، اقتصاد. در مورد این موضوعات با من صحبت کنید. موضوعاتی که ما در اون موفق بودیم. اگه صحبت از هر کسی دیگه میکنید، عمران خان. اون چیزی از حکومت داری نمیدونه و در مورد این موضوع بحث و ارزیابی نمیکنه. پس این پیام شما به مردم پاکستانه، ولی شما اگر به کشورتون برگردید بازداشت خواهید شد، چون در رابطه با ترور بی‌نظیر بوتو اتهاماتی به شما وارد شده. اینکه موفق نشدید از او حفاظت کنید، آیا آماده هستید که به کشورتون برگردید و در دادگاه با این اتهامات محاکمه بشید؟ بله، میخوام در دادگاه حاضر بشم، ولی میدونم که این یک پرونده سیاسیه. اگر نظام پاکستان رو بشناسید، میدونید که رئیس جمهور پاکستان هیچ مسئولیتی در قبال امور امنیتی نداره. این نخست وزیره که رئیس جمهور پاکستان هیچ مسئولیتی در قبال امور امنیتی نداره. این حرف بیخودیه. مطلقا نه. رئیس جمهوری در پاکستان هیچ قدرت اجرایی نداره. این نخست وزیره. پس همه این سالها که به نظر می رسید شما رابطه با آمریکا و جنگ با جنگجویان اسلامگرا رو رهبری می کردید، ابدا هیچ اختیاراتی نداشتید؟
در 3 سال اول چرا عملا داشتم؟ دادستان کل کشور به من 3 سال وقت داد تا انتخابات رو برگزار کنم و من اون موقع نخست وزیر بودم، یعنی رئیس قوه مجریه و همینطور رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش و رئیس کل کشور. از سال 2002 وضعیت تغییر کرد. این مجمع ملی و نخست وزیر بودن که عمل می کردند. من رئیس جمهوری بودم. با همه تجربه و افکارم اگر حکومت به همکاری و نظر من نیاز داشت من این کار رو می کردم. در یک کلام شما به پاکستان برمیگردید حتی اگر بازداشت بشید؟ بله، بدون شک. کی؟ مارس 2012؟ 23 مارس 2012. خب باید بحث رو اینجا تموم کنیم. خیلی متشکرم پرویز مشرف. متشکرم.